در آخرین برنامه از رشته برنامه‌های موانع اجتماعی گفتگو در ایران به مانع ضعف یا فقدان مهارت‌های گفتگویی می‌پردازیم. تا به حال تلاش ما متوجه جامعه بود. این بار به فرد توجه می‌کنیم. یعنی من، شما و دیگری که فاقد مهارت‌های گفتگویی هستیم یا در این مورد ضعف داریم. اما این ضعف فردی نشون داده میشه که تا حد زیادی متکی است بر نبود زمینه‌های اجتماعی برای رشد این مهارت‌ها. اما خود این مهارت‌ها چی هستند؟ به روشنی پیداست که ما در گفتگو از ابزارهای بیانی استفاده می‌کنیم. ابزارهای بیانی شامل زبان هستند و منطق. ما واژه‌ها رو به هم متصل می‌کنیم و جمله‌ها رو می‌سازیم. در اینجا حقیقت زبان ما در انتخاب واژه‌ها و متصل کردن به اونها به هم دیگه برای ساختن جملات شفاف‌تر، غیر مبهم‌تر و روشن‌تر باشه، بهتر و موثرتر میتونیم گفتگو رو پیش ببریم. همینطور وقتی از عناصر هیجانی مثل عناصر عاطفی و احساسی خالی باشه. چون بنای این برنامه‌ها تمرکز بر دو نوع از گفتگوست. یعنی مفاهمه و مذاکره. یعنی جاهایی که ما نیاز به فهمیدن دیگری داریم و جاهایی که نیاز به رسیدن به توافق با دیگری داریم. بنابراین اون نوع از مکالمه‌ها که نیازمند دل سپردن به دیگری است، نیازمند دخالت دادن عناصر عاطفی و هیجانی است برای همدلی، مورد نظر ما نیست. اما گذشته از زبان، منطق هم نیاز داریم. یعنی برای اتصال جملات به همدیگه و برای اینکه از پیوند دادن اونها با همدیگه بتونیم یک نتیجه دیگری بگیریم، نیازمند رعایت منطق هستیم. منطق هم یکی از اون چیزهایی است که کمک میکنه به مهارت گفتگویی. اما این مهارت‌ها، یعنی مهارت‌های بیانی مثل زبان و منطق، تنها جنبه‌های مهارت‌های گفتگویی نیستند. ما به مهارت‌های اجتماعی دیگری هم برای گفتگو نیازمندیم. مثلا اگر ما نتونیم دیگران رو که عقایدشون با ما ناسازگاره یا زندگیشون با ما ناسازگاره تحمل بکنیم، اگر نتونیم اونها رو رعایت کنیم، اگر نتونیم با اونها مدارا بکنیم، اگر نتونیم کار اونها رو روا بدونیم، بنابراین اون نوع از تحمل و مدارا و رعایت و رواداری اجتماعی هم در میان ما رشد نکرده از لحاظ اجتماعی تا بعد بتونیم اون زبان و منطق رو به درستی به کار ببریم. بنابراین در کنار اون ابزارهای بیانی یا مهارت‌های بیانی، ما نیازمند مهارت‌های اجتماعی هم هستیم. چون گفتگو رو داریم در جایی مطرح می‌کنیم که بین دو فرد یا دو گروه یا بین افراد متعدد و گروه‌های مختلف اختلاف نظر وجود داره، اختلاف دید، اختلاف زندگی، اختلاف برداشت وجود داره. و ما اگر فاقد مهارت‌های اجتماعی برای کنار آمدن با اختلاف و تفاوت باشیم، اون وقت اون مهارت‌های گفتگوی خاص یعنی زبان و منطق هم ممکن کارایی خودشون از دست بدن. اما همه این مهارت‌ها کجا آموخته میشه؟ ما از کجا باید یاد بگیریم و این مهارت رو به دست بیاریم؟ خیلی روشن، ما در فرآیند اجتماعی شدن آموزش می‌بینیم. اما از آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی. ما از خانواده شروع میکنیم، به مدرسه میریم، در گروه های اجتماعی رشد میکنیم، به اداره میریم یعنی سر کار، و همینطور از رسانه ها استفاده میکنیم. و اینا همه همون عواملی هستند که ما رو اجتماعی میکنن، به ما میآموزن. و از چیزهایی که ممکن به ما بیاموزن و اغلب نمیآموزن، همین مهارت های گفتگویی است. یعنی مهارت برای گفتگو کردن و مهارت برای زندگی با تفاوت، زندگی با متفاوت ها. اگر این مهارت ها از طریق این پنج عنصر عمده اجتماعی کردن حاصل نشه، وقت ما هم فاقد مهارت های گفتگویی خواهیم بود. چه مهارت های بیانی، چه مهارت های اجتماعی. اما چه چیزی ممکنه مانع بشه که خانواده، مدرسه، اداره، رسانه و گروه های اجتماعی اینها رو به ما بیاموزند؟ خب پیداست که در مورد مدرسه، در مورد اداره و در مورد رسانه دولت‌ها نقش دارند. دولت‌های امروزی در این زمینه‌ها نقش ایفا می‌کنند، درست یا نادرست، کم یا زیاد. اما اگر دولت‌هایی باشند که نیاز به گفتگو در جامعه‌شون نداشته باشند، بین گروه‌های اجتماعی و بین گروه‌های اجتماعی و دولت، بنابراین اون ابزارهای نهادی مربوط به آموزش رو هم به گونه‌ای ترتیباتش رو تنظیم می‌کنند که چنین آموزش‌هایی درش رخ نده، و بلکه گاهی اوقات آموزش‌های معکوس رخ بده. آموزش‌هایی که زمینه‌های ضعیف و
نحیف گفتگو در جامعه را هم کور میکنه. در جامعه ما چون دولت به چنین گفتگوهایی نیاز نداره بین گروه‌های اجتماعی و همتا بین گروه‌های اجتماعی با خودش، بنابراین مدرسه، رسانه و اداره به گونه‌ای سازمان داده شدن که در اونها مهارت‌های گفتگویی رشد نمی‌کنه، چه از طریق آموزش رسمی چه از طریق آموزش غیر رسمی. خانواده و گروه‌های اجتماعی هم از همین قبیلن. به دلیل فقدان زمینه‌های گفتگویی در جامعه ما به طور کلی که قبلا در موردش صحبت کردیم که ناشی از فرهنگ اجتماعی ماست، ناشی از ساختار اجتماعی ماست و ناشی از تاریخ گذشته ما، این دو نهاد هم که کمتر در معرض دخالت دولت هستند، یعنی خانواده و گروه‌های اجتماعی، این دو هم درشون مهارت‌های گفتگویی پرورش پیدا نمی‌کنه. یعنی اون پنج نهاد عمده، اون پنج عنصر عمده اجتماعی کننده و آموزنده مهارت‌های گفتگویی در جامعه ما ناتوان هستند از آموختن این مهارت‌ها به افراد. بنابراین من، شما و دیگری که فاقد این مهارت‌ها هستیم، به این دلیل این مهارت‌ها رو نداریم که جامعه به ما نمی‌آموزه و تلاش‌های فردی هم در این زمینه گهگاه مؤثر نیست، چون من، شما و دیگری ممکن این کار رو بکنیم، ولی منها، شماها و دیگران زیادی هستند که فاقد چنین مهارت‌هایی هستند و اونها طرف‌های گفتگوی ما ممکنه باشن. به این ترتیب گفتگو در جامعه به این دلیل ممکنه عقیم یا سترون بمونه، به این مفهوم که چندان رشد نمی‌کنه، جلو نمیره و مؤثر نیست. به علاوه در جامعه ما برخلاف اون آموزش‌هایی هم داده میشه برای اینکه جلوی این نوع از گفتگوها و مثمر ثمر بودنش رو بگیره که من فعلا نمی‌خوام به اونها بپردازم. اما ببینیم مصادیق این ضعف یا فقدان مهارت‌های گفتگویی کجا ظاهر میشه. مثلا در قالب مفاهمه، وقتی ما به دنبال فهمیدن دیگری هستیم، اگر این توانایی اجتماعی رو برای تحمل یا رعایت دیگری نداشته باشیم، اساسا به حرف او گوش نمیدیم، یا اگر گوش بدیم از پیش آماده جواب دادن هستیم، بنابراین تلاشی برای رسوخ به جهان او نخواهیم کرد. در مذاکره موضوع از این هم بدتر میشه. ما مذاکره رو برای رسیدن به توافق پیش میبریم، اما اگر متوجه اون ابزارهای بیانی نباشیم، یعنی نتونیم زبان و منطق رو به درستی به کار ببریم، ممکن از یک موضوع وارد موضوع دیگری بشیم. گاهی اوقات من از این رفتن به سراغ موضوعات دیگه تحت عنوان به میان آوردن فک و فامیل و آبا و اجداد بحث‌های خودمون یاد کردم، به این مفهوم که وقتی ما داریم در مورد موضوع الف صحبت می‌کنیم، ناگهان یادمون میفته که موضوع الف با موضوعات ب، پ، ت و دیگر هم مرتبط است و پای اونها رو هم به میون میاریم و بعد به گذشته اونها میریم، یعنی آبا و اجداد اون مشکلاتی که باش روبرو بودیم. این موضوع باعث میشه نه تنها ما در مورد موضوع الف که قرار بوده در موردش توافق کنیم توافقی نکنیم، بلکه موضوعات اختلافی جدیدی رو هم به میون بیاریم که کلن موضوع مذاکره رو که قرار بوده رسیدن به توافق باشه منتفی میکنه. این موارد رو با جستجوی اندکی در همه جاهایی که گفتگو در اونها به صورت ناقص صورت میگیره میشه دید که ما نمیتونیم به راحتی گفتگو رو به شکل مؤثری پیش ببریم و اون رو به سرانجام خودش رهنمون بشیم. اگر از مجموع این 8 برنامه بخوایم یک تصویر کلی به دست بدیم، میتونم بگم که ما وقتی از موانع اجتماعی گفتگو در جامعه ایران صحبت کردیم، ابتدا از این صحبت کردیم که معنی گفتگو چیست، انواع گفتگو رو من توضیح دادم، و بعد از این صحبت کردیم که منظور از اجتماعی بودن این موانع چیست، چگونه مانعی ممکنه مانع اجتماعی باشه و مانع فردی نباشه. همینطور وقتی از خود موانع صحبت کردیم، من به 6 مانع عمده اشاره کردم. اولین مانع فقدان جهان و زبان مشترک بود. دومین مانع بی‌نیازی اجتماعی بود. آیا ما نیازمند گفتگو به معنای اجتماعیمون هستیم؟ پاسخ من منفی بود. موضوع دیگه فقدان زمینه‌های کالبدی یا مادی برای گفتگو بود. اون چیزها یا مجاری یا نهادهایی که گفتگو در اون صورت میگیره. در جامعه ما این نهادها، این کالبدها در وضعیت خیلی ضعیف و نحیفی قرار دارن. همینطور از گزارهای ناگزیری که جامعه ما در با اون مواجه هست صحبت کردیم. گذارهای مربوط به گذار از یک جامعه سنتی به مدرن،
و گذار از جامعه شفاهی سنتی به جامعه شفاهی مدرن و همینطور به میون اومدن جهان اطلاعات که ما رو با انبوه اطلاعات متفرقه روبرو کرد و بعد از اون به بی‌نیازی معرفتی از گفتگو پرداختیم. اون نوع از آگاهی ها و معرفت ها که ما رو وامی دارن گوشمون رو به روی سایر معرفت ها ببندیم و فکر کنیم که خودمون همه چیز رو میدونیم و نیازی هم به رسیدن به توافق با دیگران نداریم. و در این جلسه از آخرین مانع حرف زدیم، فقدان مهارت های گفتگویی که به عنصر فردی برمیگشت، ولی تلاش کردم نشون بدم که زمینه های اجتماعی هم در اینجا موثره و بنابراین ما با موانع اجتماعی در گفتگو در جامعه خودمون مواجه هستیم.